روز جمعه گذشته بوریس جانسون در انتخابات بریتانیا پیروز و بار دیگر نخست وزیر این کشور شد. جانسون خروج از اتحادیه اروپا با برنامه برگزیت را در سرلوحه کار و مبارزات انتخاباتی خود قرار داده بود. محافظه‌کاران بریتانیا از زمان مارگریت تاچر در سال 1987 تا کنون اینگونه با اکثریت قاطع پیروز نشده بودند. از جانبی دیگر برنامه‌های حزب لیبر با رهبری جرمی کوربن حول بهبود خدمات عمومی مانند بیمه درمانی، کار و مسکن نتوانست وی را به پیروزی برساند. ژان میلانشون رهبر چپگرای حزب فرانسوی نافرمان در سایت خود درباره شکست کوربن نوشت: قدنمای کوربن باید توده‌های مردم می بود و نزد آنها او باید دستورالعمل‌هایش را جستجو می کرد. صدای نو چرایی پیروزی جانسون، شکست کوربن، تبعات آن را برای بریتانیا و اتحادیه اروپا و همچنین تأثیرات آن بر روی برخی از مسائل ایران را با خانم یاسمین میزر در میان گذاشت. ایشان در دانشگاه آکسفورد بریتانیا تدریس می کند و سردبیر نشریه آکادمیک کریتیک است. خانم یاسمین میزر، با سپاس از اینکه دعوت صدای نو در سیدنی استرالیا را پذیرفتین و مهمان برنامه ما شدین. با توجه به اینکه محور اصلی انتخابات بریتانیا خروج یا عدم خروج این کشور از اتحادیه اروپا بود یا برگزیت، و با توجه به اینکه اعتراضات 100 هزار نفری علیه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزار میشد، تا چه حدی انتخاب دوباره بوریس جانسون با پرچم برگزیت غیر منتظره بود؟ با سلام به شما. تا حدی غیر منتظره نبود. علتش اینه که تفاوتی هست بین شهرهای جنوب بریتانیا و مناطق جنوب بریتانیا که اوضاع اقتصادی روی هم بد نیست، و شمال بریتانیا که اوضاع اقتصادی بسیار بده. فرق زیاده، کار هست ولی نوع کار کم، حقوق کنتراتیه و روزنامه های دست راستی که عمومی هستند، روزنامه هایی که خیلی ها میخونن و بیشتر عکس دارن تا مطلب، ولی در هر صورت روزنامه هایی که همه میخونن الان سال هاست، شاید بیش از 10 ساله، ولی مشخصا در 4-5 سال گذشته شدیداً در دفاع از برگزیت تبلیغ کردند، هم با استفاده از ناسیونالیسم ولی مهمتر از اون با استفاده از مسائل اقتصادی، به این معنا که به مردم اینجور میگن که اوضاع بد اقتصادی، بسته شدن صنایع، وضع کاری که باید کنترات 0 ساعت بگیرید، یعنی به شما میگن الان باید بری سر کار، اگه نری حقوق نمیگیری و حقوق هم برای اون ساعتی میگیری که میری سر کار. همه این بدبختی ها به خاطر اینه که مهاجران اروپایی اومدن به انگلیس و در نتیجه، و اصولا مهاجران اومدن متحالا مهاجرهای اروپایی، و در نتیجه تقویت کردن شدیداً این بحث رو در این مناطق. امکانات مالیشون فوق‌العاده زیاده، این روزنامه ها اکثراً صاحبانشون صاحبان سرمایه های بزرگ هستند و متاسفانه توانایی برخورد با این قضیه کار مشکلیه. من این تأکید رو بکنم که اتحادیه اروپا مقوله جالبی نیست، بوروکراتیک، غیر دموکراتیک، غیره، ولی بسیار از قوانین بسیار نئولیبرال و بدش که تحریک می شدند شهروندان شمال بریتانیا که برگزیت خوبه براشون، دقیقا قوانینی است که خود بریتانیا تشویق کرده در این اتحادیه پیاده بشن و به دستور یا اگه بخوای تحت رهبری ایالات متحده دوره آقای بلر این قوانین رو وارد کردن، قبل از اون وارد کردن، در نتیجه که مخالفینش هم در بریتانیا تبلیغ میکنن بدتره به نوعی تا اونی که به هست. البته به مسئله اتحادیه اروپا و سیاستش برمیگردیم. شما به مسئله فقر اشاره کردین
ولی بر روی نقش میدیا پافشاری کردیم و تاکید ویژه‌ای داشتیم. تا چه حد میشه تا این حد نقش تعیین مسیر آینده سیاسی کشور رو به میدیا واگذار کرد، با توجه به اینکه ما نقش این میدیا رو در خود استرالیا هم داریم؟ روبرت مرداخ که استرالیا اصل هست نقش تعیین کننده ای در سرنوشت سیاسی مثلا استرالیا یا آمریکا داره، تا چه حدی این مسئله در بریتانیا نیست صادق است؟ درست میگی که نباید همه تقصیر رو اونجا گذاشت، درسته، ولی این مسئله رو نباید فراموش کنی که این 50 کرسی پارلمان بریتانیا که در شمال انگلیس به از حزب کارگر به حزب محافظه کار منتقل شده، کسانی هستند که تا این دوره آخر به حزب کارگر رای میدادند. در نتیجه خودشون رو اگه بخواید از نظر تاریخی در این بخش از دیدگاه سیاسی میدیدند و در نتیجه نقش مطبوعات کم نبوده. ولی این هم هست که سیاست‌های اشتباه طولانی در حزب کارگر فاصله اینها شاید با فعالین که نیت خیر دارن ولی فعالین این حزب تضاد ایجاد کرده، یک فاصله هست بین فعالین حزب که عمدتاً مخالف برکسیت بودند و بدنه یا رای دهندگان به این حزب که مخصوصاً در شمال بریتانیا مدافع برکسیت بودند. یه نکته دیگه که باید شاید توضیح داد اینه که حزب کارگر در انگلیس یه حزب بورژوا کارگریه، به معنی واقعی حزب کارگری نیست. در بهترین حالت میتونه بشه یک اتحاد جبهه‌ای کارگری، یه حزب مارکسیست یا چپ نیست و نبوده و نمیتونم بشه. ولی خب طبیعی است که کوربین برنامه رفورمی که پیشنهاد کرده بود و من اونجور اصلاح اقتصاد سرمایه‌داری میگم نه برنامه سوسیالیستی، برای سرمایه‌داری در بریتانیا و برای این صاحبان نشروزنامه‌ها، صاحبان میدیا دیگه واقعا از این رادیکالتر نمیشد فکر کنن. در نتیجه نشونه محدوده فکری این هاست. خیلی از چیزهایی که در برنامه آقای کوربین وجود داره در آلمان احزاب سوسیال دموکرات، احزاب دموکرات مسیحی در طی سالها پیاده کردن، ولی در انگلیس در چند هفته گذشته این برنامه اونچنان بس میشد که انگار مثلا میخواد کمونیسم رو یک شبه پیاده کنه که اصلا چنین چیزی نبود. از دید خیلی از ماها در چپ در بریتانیا این برنامه بود برای ترمیم نظام سرمایه داری. به نظر شما با توجه به صحبتهایی کردین چه امر یا فکر میکنین یا چه سیاستی یا حتی چه شخصیتی نقش کلیدی رو بر روی محافظه‌کاران، بازگشت محافظه‌کاران و بوریس جانسون ایفا کرد؟ خب خود بوریس جانسون آدمی است که میدونید به هر کی یه چیز میگه. در این انتخابات هم خیلی‌ها گفتند که مسئله راستگوییش یه مسئله یا دروغگوییش، حالا هر جوری بخواید بگید، ولی مشاوری همراهش هست کامینگز، این کسی است که کارزار رای رفراندوم دفاع از برکسیت رو هم رهبری کرد. خودش آدم ثروتمندیه ولی مصر بر این که درگیر مسائل سیاسی هم بشه و این به نظر میاد در پیش برد اگه بخوای تاکتیک های انتخاباتی کمک زیادی کرده به حزب محافظه‌کار. شما به حزب لیبر اشاره کردین و برنامه های جرمی کوربین از حزب لیبر حول خدمات عمومی، مثلا خدمات دربانی تکه داشت، فکر میکنید چرا موافق نشد؟ و با توجه به اینکه اگه داشت این رو به یاد داریم که در دهه 80 هنوز مردم و به ویژه اتحادیه‌های کارگری خاطره تاچر رو دارن، به چه گونه این کشور رو به قرع آورد و تمام خدمات عمومی رو در اون برنامه هایی که ریگان و تاچر در اون دوره همه میدونن چه تأثیر بسزایی بر روی برنامه های خدمات عمومی، کاهش حقوق، چگونه چنین مردمی دوباره میان به محافظه‌کاران رأی میدن و جرمی کوربین چگونه بود با توجه به این مسئله که مردم نتونست آرای مردم
و نظر مردم رو جلب کنه. شما درست میگید، ولی یک چیزی رو که نباید فراموش کنید اینه که در کشوری که سابقه کلونیالی داره، سابقه استعمار کشورهای دیگر رو داره، آگاهی طبقاتی بالا و پایین داره و رگه هایی از آگاهی طبقاتی رو سخت وارد جامعه کرد. مثلا جنبه هایی از بحث نژادی یا برتری دانستن سفید پوستان غیره وجود داره در بخش هایی از انگلیس و هر جور و در جاهای بیشتره. این یه جنبه رازی است. یه جنبه دیگه اینه که مشاوران آقای کوردین بهش توصیه کرده بودند که بالکل در رابطه با برکسیت میشه یه موضع وسط معلوم نبود چی بگیری. اگه تاکید کنی روی مسائل اجتماعی و غیره مردم فراموش میکنن مسئله رو، ولی اگه شما انگلیس زندگی کرده باشید در این یکی دو سال میبینید این نکته اصلی همه تبلیغات، همه بحث ها، همه رسانه ها، خبر هاست. در نتیجه به این راحتی نمیشد ادعا کرد این مسئله وجود نداره، ما فقط روی مسئله درمان اجتماعی، حقوق کارگر و غیره تاکید میکنیم و این مثلا خود به خود میره. حزب محافظه کار به هم پاسخش به همه این چیزها این بود که وقتی برکسیت تمام شد اینا همه حل میشه، چون ما انقدر پولدار میشیم، که البته دروغه، ولی خب انقدر پولدار میشیم که مسئله مثلا اضافه کردن پرستارا، دکترا راحت میشه. بعد خیلی از این رسانه های راست تاکید کردن که مثلا در شمال بریتانیا اگه بیمارستان ها وضعشون بده، اگه مدارس وضعشون بده، علتش اینه که مهاجر اروپایی آمده و تعداد افراد زیاده و توانایی رسیدگی نیست. در نتیجه اگه برکسیت حل بشه لازم نیست پول بیشتر خرج کنیم، خود به خود بیمارستان درست میشه. این یه جنبه است. یه جنبه دیگه تبلیغاتی که شد، تبلیغات وحشتناک بود. یعنی شما اگر، من مدافع کوربین نیستم، همونطور که شنیدید کلی انتقاد دارم، ولی آدم اصلا تحیر میکرد که این داستانها رو از کجا آوردن. مثلا هر انتقادی که به اسرائیل کرده بود رو برابر دونستن با یهودی ستیزی، و این فقط حزب محافظه کار نبود، بی بی سی میگفت یهودی ستیز حزب کار، رهبر حزب کارگر، آی تی وی تلویزیون مستقل مالی که از تبلیغ پولش میاد میگفت یهودی ستیزه. یعنی یه چیزایی رو اونچنان تکرار کردند که برای یه آدم عادی تبدیل شده بود، حتی در بین هواداران حزب کارگر خیلی هم میگفتن شاید هست پس یا یه چیزی هست. همطور که میدونید مثلا چامسکی یه مطلب خیلی خوبی نوشته راجع به این که چطور یکی از فعالترین مبارزان ضد نژادپرستی رو معرفی کنی به عنوان یهودی ستیز و چگونه این رسانه ها میتونن اینجور دنیا رو وارونه نشون بدن. واقعا ما با چشم خودمون دیدیم این رو. یا اینکه ببینید در انگلیس مسئله ایرلند همچنان حساسه و آقای کوربین یکی از معدود کسایی است که در اوج درگیری های ایرلند از جنبش رهایی بخش نه دفاع مثلا نظامی یا سیاسی، ولی گفته این حرف اینا رو هم باید شنید. خلاصهش این بوده، یعنی چیز خاصی هم اگه بخواید همچنان رادیکال نیست، ولی در صورت سمپاتی به شنیدن حرف ارتش رهایی بخش ایرلند بیان کرده. روزنامه ها، رادیو ها، فیلم های این رو، تیکه های مثلا 20 سال پیش، 30 سال پیش رو شب و روز پخش میکردن. در نتیجه شما اگه از یک آدم کارگر ساده‌ای که بیکار شده در یکی از این شهرهای شمال انگلیس، همطور که فعالین حزب کارگر گویا کردن، ازشون میپرسیدی چرا رای نمیدی به حزب کارگر، حزب کارگر میخواد وضع بهداشت رو بهتر کنه، مسائل اجتماعی رو بهتر کنه، گفت آره ولی این رهبرشون یهودی ستیز، از ایرلند دفاع کرده، با حماس یه بار عکس انداخته. میدونید همین داستان ها روز به روز یک فاجعه درست میکردن. و شما در من در تاریخ انگلیس همچین تبلیغات سازمان یافته و با برنامه ندیده بودم و واضح بود. و این نشون میده که این آدم، میگم، یه اصلاح در نظام سرمایه داری رو میخواد. همه چیزایی که میگفت برای پانسمان وضع وحشتناک اقتصادی در شمال انگلیس و بقیه مناطق انگلیس بود، ولی این آدم رو
ازش یک شیطانی ساختند که هر آدمی که ندونه سیاسی نباشه، آگاهی تبابنتی نداشته باشه، حتما بهش رای نمیده. و شما به مسئله ایرلند اشاره کردیم، چند بار به شمال بریتانیا، سرنوشت اسکاتلند و ایرلند چه خواهد شد؟ ملیگراهای اسکاتلند خواهان استقلال هستند، برگزاری رفراندوم دوباره، و در حالی که پارلمان شکننده ایرلند نزدیک به 3 سالی که حتی نشستی برگزار نکرده. درسته، هر دوی اینها هر دو منطقه مخالف برگزیت هست. در نتیجه من حدثم اینه، البته فقط میشه حدث، که حزب ملی خواه میخواد جدا بشه ولی بدون تصویب در پارلمان انگلیس رفراندومی در اسکاتلند نمیتونه صورت بگیره. به همین دلیل صبر خواهد کرد، ببینه چه پیش میاد، ببینه نوع برکسیتی که آقای جانسون پیش میبره چیه. چون خیلی ها فکر میکنن، شاید اشتباه میکنن، ولی فکر میکنن حالا که این اکثریت رو آورده، آقای جانسون برکسیت نرمتری رو دنبال خواهد کرد. در اون صورت شاید اسکاتلند جدا نشه، ولی اگر با نوع برکسیتی که مطرح میکنه که خیلی حاده جدایی کامل باشه، این صحبت هست که اسکاتلند بدون تصویب بریتانیا، بدون اینکه منتظر پارلمان انگلیس بشه، اعلام یه رفراندوم میذاره و اعلام جدایی میکنه و به اتحادیه اروپا میپیونده. این فرضیه مشکلاتی داره، چون اتحادیه اروپا ممکنه نپذیره ایرلند شمالی رو. علت اینکه اروپا ممکنه نپذیره اسکاتلند یا ایرلند شمالی رو، علت اینکه این مسئله ممکنه پیش بیاد اینه که در کشورهای اروپایی مثل اسپانیا ممکنه ویتو کنن این رو، چون نگرانم که مناطقی از خودشون همین کار رو بخوام بکنن، مثلا کاتالان در اسپانیا. در نتیجه باید دید، ما کاملا درست میگید که ایرلند شمالی هم الان با این طرحی که فعلا آقای جانسون داره، زمینه ها برای اتحاد بین شمال و جنوب ایرلند زیاد پیش میاد. این خواست مطرح خواهد شد، اون دولت اگه بخواید منطقه‌ای که ایجاد کرده در الان 3 سال فلجه، بعیده به این زودی بتونه کار بیفته، و در نتیجه خواست پیوست بین ایرلند جنوبی و شمالی کم نخواهد بود. اونجا منتها جمعیت مثل اسکاتلند همسونید، یک نظر نیست. در اونجا کاتولیک ها خواهان پیوست به ایرلند جنوبی خواهند بود و پروتستان ها همطور که میدونید مدافع ملکه الیزابت، دولت بریتانیا و بقیه هست. اجازه بدین به ایران بپردازیم. تأثیر این انتخابات، یعنی انتخاب بوریس جانسون بر روی ایران، البته این سوال من چند جنبه داره، امیدوارم که تمام جانب این رو به یادتون بمونه و جواب بدین. این انتخاب بوریس جانسون چه تأثیری بر مسئله رابط با ایران، مسئله برجام، همچنین مسئله مانند نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که در زندان رژیم اسلامی هست، داره؟ البته انگار رژیم ایران در هر کشوری که زندانی داره، یکی رو از شهروندان اون رو در زندان خودش نگه داشته و معامله میکنه. و همچنین مسئله بی بی سی، بخش فارسی که به آیت الله بی بی سی مشهور شده، شما به بی بی سی اشاره کردین که از بوریس جانسون دفاع کرده. این مسائل چگونه با انتخاب بوریس جانسون تحت تاثیر قرار میگیره به نظر شما؟ از یه جنبه باید این فکر، این رو در نظر بگیریم که بوریس جانسون وقتی الان دیگه پیروز شده، با بوریس جانسون قبل از انتخابات فرق داره و ما جنبه های از این رو دیدیم. مثلا قبل از موقع که اپوزیسیون بود بر خانم می، خیلی خودش رو به ترامپ نزدیک میکرد، ولی در سفر اخیر ترامپ دیدیم آقای جانسون با تورودو و ماکرون عملا جوک میگفتند راجع به ترامپ. در نتیجه داره خودش رو از ترامپ جدا میکنه و به نظر من بیشتر هم قرارداد اقتصادی ممکنه ببنده، ولی از نظر سیاست خارجی خود تا امروز
در این که الان چند هفته است در صورت نخست وزیره، چند ماه است نخست وزیره، تا امروز با اروپایی ها در قبال برجام باقی مونده و خودش رو در اون جنبه میبینه. در نتیجه همچنان به نظر من با برجامی ها خواهد بود. مشکلی که اگه بخواید در رابطه با نازنین زرواری هست اینه که کوربین اتفاقا از اون دفاع کرده بود، در حالی که جانسون میدونید که یه بار از دهنش در رفت چیزی گفت که شدیداً به ضرر خانم زرواری شد. بله. درسته. و در نتیجه خیلی سخت پیشبینیش. حدس شما درسته که مسئله بر متاسفانه در مورد ایشان و مورد کسای دیگه مسئله معامله است. باید ببینیم آیا کسی رو انگلیس، گویا انگلیس کسانی رو شاید داره جایی گرفته یا تأثیری در جای دیگه داره که بتونه معامله کنه در این رابطه. یه معاملهی که مطرحه پول ایران در انگلیسه که گویا یه مقداری پول ایران در یه حسابی مسدود شده و از قرار معلوم اونو میخواد. واقعا وضع اسفناکه، یعنی با جان افراد اینجور معامله کردن چیز اسفناکی. در مورد روابط اقتصادی، ببینید بریتانیا بعد از برکسیت 100% باید بازارهای جدید پیدا کنه. بازارهای قدیم رو از دست میده. بازارهای قدیم همچنان با اتحادیه اروپا در ارتباطن. در نتیجه یه جریانی دارند اینجا، اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران، که تمام این مدت خیلی هم فعال بوده، شدیداً مدافع این سکس اون چیزی که اتحادیه اروپا بنا بود درست کنه، شدیداً در پی این هستند که معاملات صورت بگیره، نگرانند از جریمه هایی که ممکن تحریم ها بگذاره. و در این اتاق بازرگانی از حزب محافظه‌کار کم کسایی نیستند. خزانه‌دار سابق دولت محافظه‌کار لورد لامونت اونجاست. اکثر مقام‌های مهم این اتاق بازرگانی رو نگاه کنید از حزب محافظه‌کار هستند و تا اونجا که من از سایتشون میبینم روابط خوبی با جمهوری اسلامی دارن، چون میخوان در اولین فرصت در مقطعی که بتونن مطمئن بشن میتونن جریمه بابت معامله با ایران رو دور بزنن، وارد این کار بشن. در نتیجه از نظر اقتصادی مثل همیشه سرمایه‌داری پی سوده و سود هر جا باشه همونجا میره. من فکر نمی‌کنم نگرانی شدیدی در این رابطه داشته باشه. در مورد بی بی سی، ببینید این اتهام زده میشه، ولی شاید برای اینه که تلویزیون‌های دیگه صد مدافع رضا پهلوی شدن یا 100% از رضا پهلوی و مجاهدین دفاع میکنن. و به نظر من هر تلویزیونی بخواد هم حرف مخالف رو بگه هم حرف موافق رو بگه، این اتهام رو بهش میزنن. من مدافع بی بی سی نیستم، ولی در مقایسه با تلویزیون هایی که از نظر سطح برنامه هایی که ارائه میکنن سطح بسیار پایینیه و نوع تبلیغاتی که میکنن عملا یک سوه شده، به این معنی که فقط و فقط با رضا پهلوی مصاحبه میشه یا با امثال او و یا با مدافعان اون. آره، در مقایسه با اونا بهش میگن آیت الله بی بی سی، ولی من فکر کنم بیشتر سلطنت طلبا و مجاهدین که از این اسم استفاده میکنن. البته من قصد بحث در این رابطه رو ندارم، ولی گردانندگان و چهره های اصلی رادیو بی بی سی بخش فارسی، تلویزیون حتی بی بی سی، در صفحه ها و پیج های شخصی خودشون در کاملا دارن از جمهوری اسلامی به نوعی تلویحا، اگه میشه حتی این رو میشه گفت که دفاع میکنن. اگه دوست دارین که من نمیدونم، منظور من جهت اون چیزیست که برنامه‌ای که پخش میشه، من اونو میگم. بله. حتما درست میگه دار. و اما اجازه بدیم با این سوال گفتگو رو به پایان ببریم. بوریس جانسون گفته که در تا آخر ماه ژانویه، تا یک ماه دیگه،
مسئله برگزیت رو دوباره به پارلمان میبره و میگه با رسالتی که من با این اکثریت قاطع به دست آوردم و مردم این رسالت رو سیاسی رو به من دادن، بایستی مسئله برگزیت تصویب بشه و قاعدتا انتظار بر اینه که این مسئله به تصویب برسه. به نظر شما آینده اتحادیه اروپا چی خواهد شد با برگزیت، مسئله به وقوع پیوستن برگزیت، و آینده بریتانیا و مردم اونجا چی خواهد شد؟ ببینید، این برگزیتی که آقای جانسون میگه صحبتش اینه که این اگه بخواید تا 31 ژانویه طلاق به پایان میرسه، به این معنی که این جدایی اسمادش معلوم میشه. آینده رابطه بریتانیا و اتحادیه اروپا تازه بعد از اون وارد بحث میشه، درست؟ و یک سال هنوز بریتانیا در اتحادیه اروپا خواهد بود. در طی این یک سال باید روابط جدید رو ارزیابی کنن. صحبت از این میشه که شاید مثل نروژ باشه روابط بریتانیا، ممکنه مثل کانادا باشه، ممکنه مثل کشوری باشه که اصلا رابطه نداره با اتحادیه اروپا. در نتیجه هنوز خیلی زوده که بگیم چه نوع رابطه. اگه بریتانیا واقعا بخواد به تنهایی و با اتکا به مثلا ایالات متحده و استرالیا، اونجوری که میگه کشورهای انگلیسی زبان و کانادا، شاید آینده اقتصادش رو پیش ببره و از بسیار فجیع خواهد بود در انگلیس، چون واضحه که صادرات واردات قیمتش قابل ده ها برابر گرون خواهد شد با فاصله‌ای که با آمریکا داره، فاصله‌ای که با استرالیا داره. با پاریس 1 ساعت قطاره، شما فکر کنید 8 ساعت هواپیماست تا برسی به غرب، به شرق ایالات متحده، 20 ساعت راه تا برسی به استرالیا. در نتیجه روابط اقتصادی یه منطقی داره که اون منطق دور زر نمیاد با اون حرفایی که تا حالا راجع به برگزیت گفته شده. ولی برای اتحادیه اروپا خوب نیست. من فکر میکنم خیلی از کمپانی های اروپایی اگه بخواید رابطهشون با ایالات متحده رو، نه فقط به خاطر زبان بلکه به خاطر نزدیکی فرهنگی غیره، از طریق انگلیس انجام میدادند و طریقش مثلا فکر کنید یه شرکت بود، شرکت سوبسیدش تو انگلیس بود، اون وارد معاملات جهانی میشد غیره. و طبعا بازار بریتانیا مهمه برای خیلی از صنایع، خیلی از فروشندگان مواد غذایی. از هر جنبه که نگاه بکنید در بریتانیا اون چه ما مصرف میکنیم 80%ش از اروپا میاد. در نتیجه خیلی بحران در پیش خواهد بود با همه اینها. برمیگرده به این که چه نوع رابطه اقتصادی بذارن، چه نوع روابط گمرکی مشخص برای آینده بریتانیا و برگزیت بذارن. ولی این هم هست که در کوتاه مدت هم اتحادیه اروپا هم بریتانیا راضی هستند که مسئله داره به نوعی حل میشه، چرا که در اقتصاد سرمایه‌داری نداشتن، اگه بخواید تصویر درستی از این که چی پیش میاد، عدم قاطعیت در آینده مثلا ژانویه به بعد یا غیره، وضع رو بدتر میکنه و این تاثیرش رو هم بر اقتصاد اروپا گذاشته هم بر بریتانیا. ثبات سیاسی میخواهند در واقع، هم ثبات سیاسی و هم ثبات و همراه اون ثبات اقتصادی، همراه اون ثبات اقتصادی. چرا که ببینید در غیاب ثبات سیاسی که درست بهش اشاره کردید، کسی سرمایه گذاری نمی کنه. در بریتانیا معامله ها الان 2 سالیست حالت نیمه مسدود داره، شرکت ها نه در داخل بریتانیا نه بیرون بریتانیا نمیخوان ریسک کنن و به همین دلیل جنبه هایی از این در اروپا وجود داره و به همین دلیل تاریخ قاطع، روز قاطع همونطور که میدونی تاثیر مثبتی روی نرخ پوند گذاشت در سطح جهانی، چرا که پوند در شرایط بی‌ثباتی هی میرفت پایین. دکتر یاسمین میزر، با سپاس دوباره از وقتی که در اختیار صدای نو قرار دادین و مهمان برنامه ما شدین، بسیار سپاسگزارم.